اومدیم یک کمی درباره رالیتی شو سرگیجه صحبت کنیم تو این ویدیو همراهمون باشید سلام دوستان خوش اومدید به فیلمولوژی من امینم ما درباره فیلم و سریال صحبت می‌کنیم اگه به این محتوا علاقه دارین یادتون نره چند رو سابسکرایب کنید نوتیفیکیشن رو هم روشن کنید تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید رالیتی شو سرگیجه رالیتی شوی که تا حالا فصل ازش گذشته قسمت دوم فصل سومش هم امروز منتشر شده و میهمان‌های این فصلش یعنی هر فصلش میهمان‌های قشنگ داره مهمان هایی که ترکیبشون خیلی به قولی سمی مخصوصا مهمان ویژه این فصل آقای خدازاد عزیزی و چالش های جالبی هم دارن نرشه هم با الکا عبدالرزاقی خیلی جذابش میکنه صدایشون برنامه رو ولی چرا تا الان دربارش ویدیو نگرفتم چند قسمتی ازش دیدم و سلیقه من نیست با اون که دکور قشنگ نورپردازی بد نیست یه کمی تاریک البته مهمان ها خوب فوق چالش‌های ای داره ولی سلیقه من نیست یکی این که کلاً دوست دارم بین این همه برنامه کپی برنامه‌هایی ببینم که اگر هم کپیان چیزهایی برای ارائه از خودشون داشته باشن مثلا مثل جوکر یا یه برنامه اصیل ایرانی باشن مثل گل یا پوچ این یه طرف دو این که مهمان‌های یه چیزی مثل جوکر خیلی بداهه پیش میرن و آزادی عمل دارن این یک دو علاوه بر اینکه بداهه پیش میرن حس هم نداره سرگیجه رو به خاطر اینکه خیلی قوانین زیادی داره و باید طبق اون پیش برن برای همه چیزش برنامه‌ریزی شده دوست ندارم شخصا دوست ندارم اما وگرنه گفتم مهمانهای خوبی داره لحظات خوش زیادی داره ممکنه خیلی هم سلیقه‌شون باشه شخصا دوست ندارم دو اینکه زمانی که تو استدیو ان انگاری از همه چیز خبر دارن و خنده ها و شادی ها و خوش انگاری زورکیه این حسو من میگیرم شاید اینطور نباشه ولی البته چالش هایی که باید برن بیرون از استودیو و انجامش میدن و با مردم روبرو میشن نسبتا چالش های باورپذیر تری اکت ها اون حس مصنوعی رو به من نمیده که انگاری میدونن قرار چی بشه و زورکی دارن انجامش میدن به طور کلی سلیقه من نیست من یه چیزی مثل جوکر یا گولیا پوچ رو بیشتر میپسندم اما خب همونطور که معرفیش کرده بودیم یه رالیتی شو که هر فصلش چهار قسمته مهمان های مختلف میارن چهار تا مهمان برای هر فصل میارن و روی میز میشینن میز میچرخه سنگ میکنن حاکم انتخاب میشه دوباره دایره دوم میز میشرخه چالش های مختلفی دارن که حاکم اونها رو ور میداره بعد میز میشرخه تصمیم میگیرن برای کی این چالش ها اجرا بشه قطعا برنامه رو دیدین وقتی تا اینجا اومدین وقتی سفست گذشته و میدونید چه اتفاقی تو برنامه میفته منم نظرمو دربارش گفتم میبینم یکی دو قسمت از هر فصل رو میبینم ولی سلیقه من نیست شما هم برام کامنت بذارید دربارش استقبال خوبی داشته برنامه خوش خوشتون اومده یا نه اگر خوشتون اومده از چیا خوشتون اومده چطور میبینید برنامه رو خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید لایک ویدیو یادتون نره به کانالمون هم حتما سر بزنید هر روز ویدیو داریم سابسکرایب و روشن کردن زنگوله رو نره تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید